سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واج طی بیانیه‌ای محدود کردن بیش از پیش شیعیان خصوصا محدود کردن آزادی های عقیدتی و انسانی آنها در برخی کشورهای خاورمیانه را محکوم کرد در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویز رسیده آمده است برخی از نهادهای حکومتی با هدف مصادره حقوق اولیه شیعیان سیاستهایی از پیش برنامه ریزی شده را وضع می کنند و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که سازمان های حکومتی برخی کشورها راه را برای ورود فرهنگ های فاسد خارجی مانند همجنسگرایی و احزاب سکولار باز می کنند این بیانی افزود اخیرا شاهد آن بوده ایم که برخی حکومت‌ها دستور منع خرید و فروش کتب شیعی را صادر کردند و ضمن پلمپ مؤسسات مستقل که صرفاً فعالیت‌های مذهبی فرهنگی دارند انواع حد که ها را در قبال شیعیان روا می‌دارند شیع راتواج در ادامه تاکید کرد این رفتارهای نادرست که از سوی گروه‌های افراطی و تکفیری حمایت می‌شوند باعث به وجود آمدن نفرت و دشمنی هر چه بیشتر با شهروندان شیعه این حکومت‌ها می‌شود و افرادگرایی را در این کشورها نهادینه می‌کنند و این در حالی است که جوامع امروزی با بحران‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند این سازمان حقوق بشری که حقوق شیعیان را در سطح بین‌المللی رصد می‌کند ادامه داد نهادهای سیاسی باید به عقاید و مذهب شیعیان و همچنین مقدسات این قشر بزرگ از جامعه احترام بگذارند و دست از سرکوب و منع آزادی‌ها بردارند تا ملت‌ها بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند چرا که دین متعلق به خدا و میهن‌ها متعلق به مردم است سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واج، در پایان بیانیه خود از تمام حکومتها و سازمانهای وابسته به آنها در منطقه خاورمیانه خصوصا کشورهای عربی خواست تا به اقداماتی که آزادیهای مدنی شیعیان را به عنوان شهروندان جامعه از بین میبرد پایان دهند و در راستای رشد و شکوفایی ملتهای خود در عرصه جهانی بکوشند.